البته یه خبر خوب بدم خدمت شما آصف، با صحبتی که با دیروز هم شما داشتید میکردید و ما هم به سراغ ما همین دانشجو هم اومدن و سوالایی که مطرح میکردن، خب یه حرکتی شروع کردن و الان به یه جایی رسیدن، میگن خب حالا نکست استپ ما چی هست و با ما میخوایم چیکار باید بکنیم. خدمت شما کردم اگر به سازمان یک سازماندهی و شکلی اینجا بشه که لااقل بچهای نادونی نیستن، نه. فقط میخوان سر نخ اولیه رو به وجود بیارن، بعد خودشون میرن تحقیق میکنن. بله. من هنوز ندیدم که از قسمت لس آنجلس ببینم که مثلا 4 نفر آدمایی که این کارا هستن و این نسل رو میشناسن و خواسته هاشون رو میدونن باهاشون تماس بگیرن. اینا عاشق ایرانه. حالا خدا رو شکر این حس رو در من ایجاد کرد که این حرکت رو دارم انجام میدم با سری برادوستان و خیلی خوشحال شدم. یکی از این خانم ها میگفتش که روز اول من خب فکر میکردم پرچم ایران رو آورده بودیم، بعد دیدم خب پرچم شیر خورشید وجود داره و بعد رفتم تحقیق کردم و وقتی تحقیق کردم و به نتیجه رسیدم، خودم روی فیسبوک به تمام دوستام پیام گذاشتم که برید شما هم تحقیق کنید که ببینید که پرچم ایران واقعی کدوم هست. سالهای سال، بیش از 2500 سال پرچم ما چه بوده، چه شکلی داشته، کم کم حالا اون شیر خورشیدش یک کمی نقاشی شاید عوض شده باشه ولی اون بوده و خب خودشون هم دارن تحقیق میکنن. حالا یک کمی هم من در حد خودم خیلی کم، ولی از دوستان اساتیدی که در این شهر هستند داریم استفاده میکنیم که بتونیم این کار انجام کار بسیار بزرگی داریم میکنیم و باید خدمتتون میگم به نسل جوان امروز اینجا خارج از کشور واقعا یه اجر میذارین این کارو میکنین، چون واقعا این یک لایک بوده، یک کمبود بوده. و از طرف دیگه باز در مورد دانشجوها صحبت بکنیم که واقعا این دسته ای که خودشون دارن در ایران تصمیم میگیرن، اونجا به دنیا آمدن، اونجا رشد کردن، اونجا تحصیل دارن میکنن، با این شرایطی که خفقان‌آوری که اونجا هستش، اینا طاقت آوردن و بله. میبینیم وسطشون دکتر و امیر و مهندس و غیره در میان. این طبقه رو بایستی به خواسته هاشون احترام گذاشت. این طبقه ای هستن که اگر فردایی برای امثال من هنرمند در این مملکت باشه میتونن تصمیم بگیرن. مثلا جامعه هنری اینجا که اصلا مرده، اصلا سیستم اونجا عملا منتظر مرگ یکی یکی از هنرمندان این قسمت هستن. فراموش نکنین الان تمام موزیکایی که در ایران میشنوین، تمام پایه‌گذاریش از اصلیش از لس آنجلس شروع شد. بله، زنده نگه داشتن موسیقی ایرانی در اینجا بود. بله، الان طبقه هنرمند اونجا را من واقعا از صمیم قلب بهشون احترام میذارم. آقای شجریان بابا، این واقعا این نوظهور، این استثناء در موزیک کلاسیک ایرانی، پیروز مصاحبهشون بود. آقا آهنگایی که من خوندم پخش نکنین، من دلیل داشتم. ببین میگه برای زمانی که این اتفاق افتاد من گرفتم خوندم، الان چرا دارین استفاده میکنین؟ خود داره اعتراض میکنه. درسته. طبقه هنرمند داخل ایران هم یواش یواش دارن اعتراض میکنن، طبقه هنرمند خارج از کشور که اصلا یاد گرفتن از حقوق خودشون بگذرن. یعنی از اندی پرسیدن که چند تا آلبوم فروختی توی مسابقه خارجی، گفت 15 میلیون. همه هنرمندا ریختن سرش، آ چی داری میگی 15 میلیون؟ گفت 15 تا فروختم. گفت بله. گفت 15 میلیون کپی کردن تو ایران. تازه یه سریش هم تو ایران برمی‌دارن میذارن، یه آهنگ آکوستیک گیتار از این برمی‌دارن، یه دونه از اون، یه دونه از سلکشن از اون سلکشن میکنن، بعد میذارن حق چاپ محفوظ. آخه خجالت داره این کار. طبقه هنرمندای اینجا واقعا دارن، یعنی خدمت، یعنی فرصتی که من دارم میکنم، یه سریشون واقعا در بیکسی دارن جون میسپارن. الان دو تا سه تاشون رفتن تو بحث کاریز. نه نمیخوام. حالا میخوام یه چیزی من بدونم، این اتفاق در شما به ذهنتون انداخت که کار هنری برای این اتفاق، برای انتخابات، برای ایران، ایرانی انجام بدین؟ ببینین من زمانی که تحت تاثیر یکی از آهنگایی که در ایران بود به اسم یار دبستانی، آهنگ یار دبستانی خودم رو درست کردم، تنها هدفم این بود که در قالب 3 دقیقه و 25 ثانیه بتونم به نتیجه برسم و یک تصویری اگه روزی روی این پیاده میشه در قالب موزیک پاپ، تصویر خودش حتی اگه موزیک من نشنون جوابگو باشه. و وقتی که برمیگرده میگه کلامشو خودم گفتم، مردم خسته دسته به دسته، پیر و جوان با مشتای بسته، از پس دیوارای شکسته با عشق و امید فریاد میزنن، ایران ایران، آباد ایران، آزاد ایران.
یا وقتی میگه یار دبستانی میدانم که تو میدانی، در حقیقت منم به عنوان یه هنرمند تحت تاثیر یه کاری که بنیادی بوده از ایران آمده گرفتم. پس اینم راجع به قشر هنرمندان بله. و شما هم که دارین لطف میکنین و چند تا تصویر رو این داستان پیاده میکنین که این بله. اولین کار مشترکمون هستش، امیدوارم بله. که لااقل طبقه دانشجوی عزیز من روزی روزگاری بدونه که هنرمندان این ور آب خواب نیستن. یار دبستانی میدانم که تو میدانی، یار دبستانی میدانم که تو میدانی، تو از نسل دلیرانی ای آزادگی ایرانی، یار دبستانی میدانم که تو میدانی، آه آه شیر دبستانی تو اهل هر دبستانی، یار دبستانی میدانم که تو میدانی، حرفت حرف دل مردم از هر گوشه ایرانی، درد یکی یکیتونو ما داریم حس میکنیم، اجر میذاریم و احترام میذاریم به این همه زحمت. ببینین کار ساده ای نیست. درست. از خونه صبح میای بیرون و به امید این که پروردگارا من شب چهار تا سوراخ تو بدنم نباشه برمیگردی تو خونت. ای بابا این غم داره، این درد داره. پدر مادری که میخوان جلوی اینو بگیرن و به حرف پدر مادرم گوش نمیده، میگه اگه امروز حرف نزنم پس کی بگم بله. اگر 5 سال دیگه این اتفاق بخواد برم، پس من اصلا بعضی تو ایران دارن میگن اصلا چرا دموکراسی الان، پس کی آقا؟ الانه که من باید تصمیم بگیرم که آقا اون رأیی که دادم، میگن اصلا سیستمی که صحبتایی بود که کسی حق شمارش رأی نداره، ما به کسی حق شمارش رأی نمیدیم. آه چرا؟ از 70 میلیون 40 میلیون نمیدونم چند تا میلیون دارن رأی میدن و این 40 میلیون حق ندارن بدونن که خب ولی خوشبختانه این فعالیتی که شد حرکت دانشجویان استادیه که انجام دادن کم کم باعث شد که توجه تمام خبرگزاری ها، سازمان ملل، اتحادیه اروپا به این موضوع جلب بشه و حتی الان هم شورای نگهبان در ایران، شورای خبرگان در ایران، اونها هم دارن به جزئیات میپردازن. اگر میگن قانون اساسیه و این درش ذکر نشده، پس یک مگر خود اوباما که الان آمد 10 قسمت از قانون اساسیشون عوض نمیکنن؟ خب این خود میگه پس بعد عوض باشه، بعد دولت جوابگوی مردم باشه، این مردم هستن که شما رو نگه داشتن، پس بایستی جوابگوشون باشین، مردم بایستی بتونن حق انتخاب داشته باشن. در وهله اول، در وهله اول که از نظر ایدئولوژی من اصلا separation of church and state یا به قول معروف مذهب از حکومت حرف اولو داره میزنه. این قسمت که اصلا فراموش کنیم، این اصلا منطقی نیست این حرف من. در نتیجه اقلا اون قسمتی رو که خودشون دارن این درد رو میکشن جوابگوشون باشین. حرف شما منطقی. مرسی جناب فرمرز آصف، خیلی ممنونم که تشریف آوردید اینجا و در خدمتتون بودیم. باز هم به هر حال از وجودتون استفاده خواهیم کرد ان شاء الله در کمپ ها و جلسه هایی که میذاریم، نظر شما رو هم اونجا داشته باشیم با دانشجویان، چون که هر کدوم از دوستانی که در این جلسات شرکت میکنن با دانش کافی میتونن کمک بکنن که جریانات خیلی بهتر پیش بره. سپاسگزارم از شما که تشریف آوردید. قربون شما و با امید سلامتی نه تنها دانشجو، تمامی ملت ایران هر کجای دنیا که هستن، چون این اتفاقی که افتاد فقط دانشجوها تو خیابونا نیستن، همه خانواده ها، تمام خانواده ها، مردم درد کشیده هستن. با امیدوارم که یک جواب منطقی به این مردم داده بشه. مرسی. زنده باد ایران. سپاسگزارم.